سلام یاد خدای مهربان، سلام مجدد بینندگان خوب برنامه عصر حریوا. همچنان در خدمت جناب دکتر صاحب می باشیم و امروز همچنان پیرامون موضوع کشیدن دندان و همچنین کشیدن دندان های کسایی که دارای سنای بالایی هستن و یا که امراض مختلفی را دارن با جناب دکتر صاحب صحبت خواهیم کرد. خیلی خوش آمدید به برنامه. تشکر، عرض سلام، خسته نباشید، دارم خدمت شما و تمام همکاران بسیار عزیز خوب برنامه عصر حریوا و باز هم مجدد یک برنامه دیگه با شما داریم. خدا کنه که دوستا و شنوندهای ما از این موضوعات مفید صحت مستفید بشن انشاءالله. جناب دکتر صاحب، شنیده میشه که اشخاصی که دارای دیابت یا مرض شکر هستن نباید دندانهای از اونا کشیده بشه، اگر چقدر صحت داره و چرا؟ اشخاصی که تکلیف قند یا دیابت یا تکلیف شکر دارن معمولا امروزه این قسم مریض ها رو ما زیاد دارن، زیاد خانواده ها هستن که به همچون مشکلات دوچار هستن و به یک سلسله محدودیت های مواجه میشن. زمانی که مثلا به یک جرح به یک حالت زخمی در وجود اینا پیدا میشه و یایی که دندان خود میکشن، میم کلا بخش دندان اینا رو میگن که اگر همچون اشخاص مشکلات دندانی داشته باشن و دندان نظارت به کشیدن بشه چکار باید بکنه. معمولا البته امروز ما مریض های متعدد دارن که کیس های بسیار متفاوتی آمده، بدون از این که البته بعضی از دوستای هستن که تازه کار را آغاز کردن و یک مریض وقتی که مراجعه میکنه بدون از یک تاریخچه از او بگیرن، مشکلات مریض جویا بشن، آنن همو اقدام عمل همو کار سر مریض تطبیق میکنن و بعد از کشیدن دندان به اکسسل مشکلات ها و چالش های دوچار میشن که باز بنا میتونه جبران ناپذیر باشه، باز پشیمانی از هم فایده نداره، هم خود مریض متضرر میشه و هم دکتر زیر سوال قرار میگیره. به این خاطر ما در قدم اول باید مریض حتما بازرسی از این داشته باشیم که مریض ما تکلیف قند داره یا نداره. از داشتن تکلیف قندی باید اطمینان خود حاصل کنیم. زیادتر وقت ما اگرچه استاندارد همین است که باید ما مریض معاینات بدیم تا یک از طریق معاینات خون توسط یک تکنیشین لابراتوار تشخیص بشه که مریض قند داره یا نه، اگر داره در کدام کاتگوری است. چون ما قند یک مریض از 80 تا 100 تا به طور نرمال داره، میتونه نرمال باشه، از او به بالا جز بالا بودن خود قند یا دیابت یا شکر از او میتونه باشه. اما تا چی حد و مرز ما میتونیم به مریض دسترسی داشته باشیم؟ حالا خیلی مریضا به طور نرمال هم هست، میبینه که قند یا 120 هست، 130 هست، 140 هست، اما بازم حالت خوب است، دوا نمیخوره، به می حالت خود حفظ میکنه، مراقبت میکنه. اینا رو ما جز کاتگوری بالا بودن قند نداره، چون اینا قند نرمال دارند و قند اینا ثابت هست سرمی درجه ها و اونا هم احساس کدام چالش مشکل در وجود خود نمی کنند. پس به این خاطر ما اشخاصی که اگر قند اینا بالاتر از 160 تا 150 و 160 و 170 اینا باشه، ما به این اشخاص اول که باید دندان نار نکشن، چون کشیدن دندان سبب خوب نشدن امو جرحه میشه. در وجود اشخاصی که تکلیف قند یا دیابت یا شکر دارن، هر قسمت نا اگر یک جرحه یا یک وخزه یا یک تخریشی بشه یا تخریبی بشه، یک سایه خوندهنده ایجاد بشه، او سبب از این میشه که روزانه وسعت پیدا کنه، نه که روزانه ترمیم بشه و جور بشه. و جور شدن و ترمیم شدن خودی امو جلد بسیار مشکل و دشوار است. به خاطر از اینکه اشخاصی که به دیابت یا شکر مواجه هستن، اونا سلول های بدن مقاومت و امو حالت ترمیمی خود از دست میده، دیگه خاصیت ترمیمی نداره، نمیتونه خود دوباره بازسازی کنه و امو جرح ترمیم بشه و خوب بشه. مثلا دندان رو میکشین، مریض میره به خانه، انتظار ازی داره که امو شاوی اگر مشکلات خورد و اندکی باشه سبای راحت باشه، روز به روز میبینه مریض وضعیت بدتر شده میره، از یک طرف زخمی خوب نمیشه، از یک طرف دیگه خون هم جریان داره. معمولا در وجود زمانی که وجود ما خاصیت ترمیمی نداشته باشه، به امو اندازه هم میتونه که خوندهنده باشه، یک جرح وقتی که خوب نشه و بسته نشه و ترمیم نشه، خونم جریان پیدا میکنه، نمیتونه خون ریزی استاد بشه. پس به این خاطر توصیه ما به است و او ایده دوستا و هموطنها و شنوندهای خوبی که به همچون مریضی های اگه خودشان یا از خانواده اینا کسی به این مریضی دوچار هست، خوب است که اول با دکتر او رو به میان بگذاره و اقدام به کشیدن نکنه و او همکار عزیزی هم
که اگر اقدام به کشیدن دندان همچون اشخاص میکنه، چقدر خوب است که قبل از قبل باید مریض خود تحت کنترل داشته باشه و از تداوی مریض توسط دکتر مربوطه باید اطمینان خود حاصل کنه که مریض آیا دوای پیشگیری قند خود دوای خود استفاده میکنه، اگر استفاده میکنه چی دوا استفاده میکنه و چی وقت دکتر داخله یا مو دکتری که این دوا رو به مریض تجویز کرده چی وقت به ما اجازه کشیدن دندان مریض رو میده. به خاطر دکتر دندان در محدوده همو خود محفظه جوف دهن است، نمیتونه بیایه قضاوت از مریضای امراض اشای داخلی مریض یا کدام امراض سیستمی دیگه بدن مریض بیایه دکتر دندان پیش بینی کنه یا پیش از پیش دست به کار بزنه، مگر اینکه همون دکتر مربوطه رو بعد مشوره از او رو بگیره و دکتر نظر خود بده تا یک اطمینان حاصل شه و مریض ما به کدام چالش مواجه نشه. و در مورد خود اطفال مثلا در حدود سنهای 7 سال یا زیر 7 سال، اینو کسایی که دندان های خراب شده، آیا کدام محدودیت در کشیدن دندان های هست؟ دندان های اطفال چون معمولا وقتی که دندان اطفال میگیم بس ما کلن میه سر دندان های شیری میایه، چون اصلا دی 7 سال 6 سال به پایین کلن دندان های شیری هست که یک سیتی 20 عدده دندان شیری در جوف دهن یک طفل موجود هست و در دندان های شیری کشیدن دندان ها استتباب نداره مگر زمانی که واقعیت ضرورت بشه. ما نتونیم او رو پیشگیری کنیم توسط مراقبت ها، توسط محافظت ها، توسط حفظ و مراقبت خود جوف دهن، توسط تطبیق یک سلسله ادویه‌جات ما نتونیم او رو پیشگیری کنیم یا توسط پیشگیری همون تخریبات ابتدایی که ایجاد شده توسط مواد های پرکاری یا پروتز هایی که جای به جای میشه ما اونها رو اگر ترمیم نتونیم کنه، اون وقت استتباب وزیر داره که ما او رو بکشیم و هم به یک شیوه بسیار ماهرانه و به یک تکتیک های بسیار خاصه، چون اینکه نطفه دندان دائمی در زیر دندان شیری وقتی قرار داره او سبب تخریب شدن و بیجا شدن از اون نشه و به خاطر از این ما میگیم باید کشیده نشه، به خاطری که کشیدن دندان های شیری سبب برهم خوردن عمو قوس دندانی میشه، سبب ایجاد یک سلسله انومالی ها و سوی شکل ها و برهم خوردن خود دندان ها میشه و دندان ها یک شکل بسیار نامتوازن میتونه داشته باشه. به این خاطر هر قدر ما دندان های شیری را حفظ کنین، مراقبت کنین، نکشین، اونا را حفظ و سیر مراقبت کنین، همون اندازه میتونه که دندان های دائمی بسیار خوبی داشته باشن، چون دندان های شیری یک پیشواز هست، یک پیشغذای هست، یک راهپاکی هست برای دندان های دائمی هست، چون هر قدر ما اینا را اگه حفظ داشته باشین همون قدر میشه که دندان های دائمی ما هم دندان های بسیار خوبی به دست ما قرار بگیرن. در غیر از او ممکنه که ما دندان های خوب سالمی از دندان های دائمی خود هم نداشته باشن. و اوی دست کسایی که دارای فشار بالایی می باشن اگر دندان خود بکشن چه مشکلاتی خواهند دید؟ فشار بالا یک موضوعی که امروز در هر جا هست، هر یک از پدران خود اگر پرسان کنیم حتما به فشار بالا یا بعض تکالیف دیگه است. مادرهای ما این شک که انشاءالله خداوند هر مادر و پدر و هر برادری که اگر به تکالیف مواجه است خداوند شفای بسیار عاجل نصیب کنه. اشخاصی که فشار بالا دارن یا فشارشان از حد نرمال خود بالا هست، معمولا زمان بین فشار بالا، خود فشار بالا اویه ها یا ورید ها یا شریان های ما خورد میشه، تنگ میشه، تقبض میکنه. وقتی که خورد شوه همون قدر جریان خون میزنه بالا، زیاد میشه. بیم مثال میدن که بیشتر بعضی وقت ما مریضا رو راهنمایی میکنه که خواهر برادر تو فشار تو بالا هست، این دندان تو کشیده نمیشه. حالا هدف از نشدن کشیده نشدن دندان این نیست که ما نمیتونین بکشین، ما میتونین بکشین، اما عوارض بعدی از قابل کنترل نیست، بسیار مشکل میتونه به خود مریض مشکلات ایجاد کنه. زمانی که ما یک پیپ او را اگر بگی ببینیم از داخل پیپ او میایه، ما هر قدر پیپ فشار بدیم فضا را خرد بسازیم ببینیم فشار او چقدر زیادتر میشه. عین شک همین خونم که از قلب ما پمپاژ میشه و تمام بدن پخش میشه، وقتی که میگیم فشار بالا اویه ها قلب تقبض میشه، خرد نک خرد میشه و اینجا میتونه که فشار بسیار بالا بشه و زمانی که ما یک جرحه را ایجاد میکنیم دندان را میکشیم، مریض رخصت میکنیم میگیم برو خانه، وقتی که خانه میره مریض وقت دیگه از خونریزی مریض دیگه تحمل کرده نمیتونه و خونریزی هم میفهمه که زمانی که خونریزی و مایعات بدن مریض کم شه سبب از این میشه که مریض فشار کلن افت بشه، چی که ضربان قلبی و سری میشه و مریض ما به مشکلات دوچار میشه که حتی میتونه سبب مشکلات
دایدبل شدن یا مواجه شدن مرگ مریض بشه، به خاطری که مریض به کمخونی مواجه شد، کل مریض با همون خون و اکسیژنی که در وجودی هست زنده هست. اگر خون در بدن نباشه معمولا حتی سر پا خود گرفتن میتونه. به این خاطر مریضا که فشار بالا هستن اونا کشیدن دندان ناتجویز نمیشه مگر اینکه دکتر داخله او را کانسولت کنه، دکتر داخله اجازه زور بده و تحت قبل از او باید تحت مراقبت دکتر داخله قرار بگیره تا اینکه اطمینان از نرمال شدن فشار اطمینان حاصل بشه و با مشوره دکتر داخله میشه که دندان رو بکشه. در غیر از او کشیدن دندان میتونه که عوارض بسیار جبران ناپذیر از خود به جای بگذاره و او وقت نه دکتر میتونه که کمک به حال مریض بکنه و نه مریض میتونه به حال خود کمک بکنه. مجبور است که باز به یک سنتر مجهزتر مراجعه کنه یا اینکه به شفاخانه کلان تحت پوشش دکترهای متفاوت، دکترهای که مربوط همون بخش است مراجعه کنه تا اینکه مشکل از او رفع بسازند. و در قسمت اولی دسترسی که مشکلات قلبی دارن، مشکلات قلبی هم که بدتر از همه، مشکلات قلبی امروزه باز هم همین مریضی ها که نام میگیرین معمولا بسیار مروج شده، بسیار زیاد شده. به هر خانواده حتما یک کس یا فشار بالا یا تکلیف قلبی یا تکلیف شکر حتما می داشته باشن. تکلیف قلب هم یکی از مشکلات بسیار کلیدی، بسیار مشکلات عمده در وجود ما هست که اگر ما توجه به او نداشته باشین، ما خیلی اشخاص را داریم که اونا را از دست دادین، از بین رفتن، ولی عاملی پیدا کرده نتونستیم. فلانی جور تیار بود یک دفعگی افتاد از بین رفت. هیچ مرگ بدون عامل نمیتونه باشه، هیچ مرگ بدون عامل نیست. حتما عامل داشته اما چون تشخیص نشده، چون او به دکتر نرفته، مشکل خودا نمیفهمیده چی مشکل داشته. ما معمولا فشارهای قلبی وقتی که سر ما میآید او رو یک نفس تنگی پیش خود فکر میکنیم، والا چندین بار تا حال نفسم تنگ شده، بیخی راگشته نمیتونستم به جا خود بششتم، یک ساعت دو ساعت بعد که سرحال شدم رفتم، والا پدرم به خانه دیشب نفس تنگ شده بود، بیخی زوف کرده بود، میخواست بمره. بازم ما به دکتر مراجعه نمیکنه که میگیم حتما اون نفس تنگی است. این مود تکلیفات قلبی یا اسکمی تکالیف خود قلب میتونه باشه که ریتم قلب ما وقتی که برهم میخوره، توازن از بین میره یا کم یا زیاد میشه، میتونه که همچون مشکلات رو به وجود بیاره. پس ما به خاطر از این میگیم که اشخاصی که تکلیف قند داره دندانان رو نمیکشین که دو حالت است. یکی که آمپولای که ما به مریض تزریق میکنه، آمپولای داریم که در ترکیب خود ادرنالین داره، لیدوکاین خود آمپول بیهسی ما هستن و در ترکیب خود ادرنالین داره. اگرچه در ترکیب هر آمپول ما یک بر هزارم حسی از ادرنالینه، مطابقی دوا انستیزی ما هست. ادرنالین هم به خاطر ازی است که زمانی که ما پسر یک مریض تدبیق عملی رو میخواییم انجام بدین، با زرق همون آمپول لیدوکاین یا دوای بیهسی که در ترکیب خود ادرنالین داره، به خاطر که جلوگیری از افرازات خود خونریزی میکنه، خونریزی رو کمتر میکنه، راحت تر دکتر میتونه به موساها دسترسی پیدا کنه و خونریزی مانی بسته شدن موساهای کاری از نشه. به این خاطر اگر اشخاصی که تکلیف قلبی داشته باشه ما این آمپول رو تطبیق کنیم، این آمپول سبب بلند رفتن خود ضربان قلب میشه، ضربان قلب میبره بالا، چون همون ترکیب ادرنالین که با شما گفتم، ترکیب ادرنالین خود آمپول ادرنالین خالص یگانه آمپولی است که آخرین آمپولی که یک شخص قلبی رو استاپ میشه، ایست میکنه، ایست قلبی میده، قلبی استاپ میشه دیگه حرکت نمیکنه، دکترهای مربوطه از اون آمپول مخصوص مستقیم با روی قلب تزریق میکنه به خود قلب تا اینکه قلب به حرکت در بیاید. یعنی تنبیه کننده خود قلب است که قلب به حرکت در میاره. پس ما وقتی که یک مریض مشکل قلبی هم داشته باشه، از طرف دیگه هم دوای ما دوزاج بود داشته باشین، زرق کنه که او دوا سبب تشدید شدن حالت حرکات قلب از بشه، پس میتونه مریض رو مشکلات رو بیشتر کنه، چون مشکلات قلبی مشکلاتی است که بسیار با حالت اندک بین مرگ و زندگی با مریض میشه بازی کرد. به این خاطر ما باید مریض که تکلیف قلب داره او مشکلات رو اول تشخیص کنین و به هیچ عنوان باید ما تطبیقات نداشته باشیم مگر مشوره با دکتر مربوطه. مثلا خیلی مریضای داریم قلب خود عملیات کرده، یا ای که مثلا آنجیوگرافی شده، آنجیوپلاستی شده، یا ای که خود صدر باز شده، عملی به طور مستقیم قلب رو باز کردن و او را عملیات کردن. همچون حالت‌ها را ما باید هیچ وقت تطبیقات از بابت کشیدن دندان نداشته باشین، به خاطر از اینکه با یک کشیدن دندان که نزد مریض بسیار اندک و خرد شمرده میشه، مشکلات را از خود به جای میگذاره که بسیار بزرگ و قابل دید هست. واقعیت میشه که ما وقتی که همچون حالتهای برخورد کنین، او وقت میفهمیم که یک دندان چقدر میتونه که مشکلات بزرگی را هم به پشت سر داشته باشه. بله دقیقا.
ولی بیننده های عزیز همچنان صحبت ما با جناب دکتر صاحب ادامه دارد. بعد از یک برنامه خیلی کوتاه دوباره برمیگردیم. سلام مجدد بیننده های خوب برنامه عصر حریوا، همچنان صحبت ما پیرامون کشیدن دندان با اشخاصی که اینا دارای مشکلات مختلفی هستن و خدا کنه که همگی شما بینیده برنامه خودتان باشید و از عواقب کشیدن دندان با داشتن همچون مریضی ها آگاهی حاصل نمایید. جناب دکتر صاحب، پیرامون ای که بعضی از اشخاص که خانم ها باردار می باشن و اینا بالاخره مشکل دندان دارن، کشیدن دندان از اینا چی عوارضی میتونه داشته باشه؟ بسیار خوب، معمولا امروزه خیلی مشکلاتی که خواهرای ما از بابت مشکلات دندانی خود دارن زیادتر در دوره بارداری دارن. ببینین مشکل به کجا هست؟ مشکل اینجا هست که ما برنامه نداریم. بدون از اگرچه اشخاصی که خارج از کشورن یا قوانینی که در خارج از کشور تطبیق میشه قوانین بسیار استاندارد و درست میباشه که به هر کار یک قانون دارن، اما ما در تمام کارا ما خدایی دیگه میرین، پناه به خدا هرچه که شد. ولی همی باردار بودن هم حتی تجویز باردار شدن به یک خانم میگه زمان استتباب داره که قبل از اینکه خانم بخواید تصمیم به باردار شد بودن خود باردار شدن خود داشته باشه، باید اول اطمینان خود با وجودی که دیگه مریضی را حاصل میکنه و بحث جدا است. ما تنها در بخش دندان میگن مشکلات خود از بابت دندان اطمینان خود حاصل کنه که مطمئن بشه که در بخش دندان چی مشکل داره، چی قسم برنامه ریزی کنه، تا ای که در دوره بارداری، در زمان بارداری یا در 9 ماهی که در مراحل بارداری قرار داره به مشکلات دوچار نشه که باز تعداد از دندان خود از دست بدن. متاسفانه بی نکته که وقتی که توجه نمیشه دندان ها خراب است، باید قبل از بارداری اگر دندان ها خراب است، کرم خورده است، دندانی که کشیدنی است، قبل از بارداری کشیده بشه. به خاطری که در زمان بارداری ما به محدودیت میخوریم، ما نمیتونیم که دندان یک مریضی یک خانم باردار بکشیم، چون که استتباب نداره. مثلا در ماه اول و دوم و سوم استتباب نداره که ما مریض انستیزی بدیم، آمپول کار کنیم یا دندان زور بکشیم. در ترایمستر دوم از او که ماه چهارم و پنجم و ششم باشه اجازه است که ما مریض یک سلسله مداخلات داشته باشیم، در صورتی در حسب ضرورت که اگه ضرورت باشه ما باید برود اساسی بکنیم. به ماه ششم و هفتم و هشتم و نهم، ماه هفت، هشت، نه، این 3 ماه آخر هم ما نمیتونیم که به مریض انستیزی بدین، آمپول کار کنین، دندان رو بکشین یا دیگه کارهای ثقیل تر سر انجام بده. پس به این خاطر خیلی وقت خانم های مراجعه کردن، خواهرای آمدن با حالت های بسیار وخیم آمدن، با حالت هایی که یک چیغینا با آسمان، یکی به زمین، بسیار فغان و ناله که از درد شو تا صبح بیدار میماندن. ببینیم حالا او پدر یا اون خود مادر چه توقع داره زمانی که خود در همچون حالت غیر نرمال قرار داره، چه توقع داره که او جنین از او ثابت بمانه، سالم بمانه و جنین از او با حالت نرمال بمانه. چون در این زمان میگه مادر موضوعاتی که خیلی مادر مهم است، مفید است، آرامش داشته باشه، استراحت داشته باشه، نارامی عصبی نداشته باشه و از تا جنبه موضوعات دینی هم که ما بیاین که خوب است که مادر همیشه وقت عبادت های خود تک نکنه، تلاوت های خود داشته باشه. اینا موضوعات است که روحی مادر و همون جنین و طفل رو تقویت میبخشه، کمک میکنه. پس به این خاطر حالا زمان میای ماه دوم است، ماه سوم است، یک فغان از مادر است، پایواز امور خود کش کرده میایه، ما هیچ کمک کرده نمیتونه، دوای بسیار قوی هم داده نمیتونیم، آمپول هم کار کرده نمیتونیم، دندان هم کشیده نمیتونه، او هم چیغ میزنه. به خاطر چی؟ چونه که اگر ببینیم فکر کنیم که در زمان بارداری اجازه باشه، اگر اجازه هم باشه باز هم این کار دکتر دندان نمیکنه. به خاطر که در شرایطی که ما قرار داریم شرایط فرق میکنه. مثلا یک خانم میاد در ماه چهارم میایه، ما میگیم در ماه 4 و 5 و 6 مشکل نداره، میتونیم ما دندان بکشیم. به ماه 4 ما دندان زور میکشین، از نگاه طبی مشکلی نداشت، از نگاه استاندارد مشکلی نداشت، ما بسیار نرمال دندان کشیدین. حالا میمونه 5 ماه دیگه مریض میمونه، تا 5 ماهی که پوره میشه کجا ما اطمینان به حاصل کنیم که مریض خانم
ای خواهر شاور زیر لط نکنه، شاور زیر زیر فشار قرار نده، ای خانم نترسه، ای بار سنگین بالا نکنه تا ای که مشکلات به جنین از تاثیرات سوی نگذاره. حالا هر مشکلی که تا زمانی که این مریض ما یک دندان کشیدیم به ماه 4 تا زمانی که تا 5 ماه بعد که مریض ولادت میکنه، هر مشکلی که پیش بشه یعنی دکتر دندان به خصوص مادرای عزیز ما آزاده نشن، خوشوهایی که در خانه هستن زیادتر این موضوعات اساسترن بیشتر در نظر میگیرن. من نگفتم روز اول که تو به دکتر نرو دندان خونه کش که اگه بکشید طفل تو از بین میره، یعنی بود نعمود کشیدن دکتر بود که طفل تو از بین رفته. به اینجا دیگه قناعت دادن از اون بسیار دشوار است، نمیتونه دکتر قناعت بده. زمانی که مریض بگه از اثر کشیدن تو بوده، خلاص است دیگه دکتر خود از چنگ مریض نجات بده. یا ای که مجبوره بعد از کشیدن یک قدم مراقب خانواده باشه تا یکی خواهر ولادت کنه مشکلی حل بشه. پس نظر به همچون نامتوازنی هایی که در خانواده های امروزه وجود داره، دکتر صاحبان به یک سلسله محدودیت ها مواجه میشن، نمیتونن مشکل یک مریض حل کنن. حتی من یک جریان مستندی روش ما قصه کنم که یک خواهر آمد با فامیل خود، شوهری هم بود، خوشوی هم بود، دندان بسیار به یک وضعیت خراب، یک عبسه داده بود بسیار وضعیت خراب. به خواهر گفتم که خواهر جان دندان از بسیار خراب است، دندان خواهر ما باید کشیده بشه، این رو باید دوا بخوره و کشیده بشه، ولی احتمالا اثرات سوی بانه بالای طفلی هم داشته باشه، ولی فعلا جان مادر به خطر است. شما اگر مادر سالم باشه طفلها را میتونه به دنیا بیاره، اگر مادر نباشه طفلی باشه چی او طفل را هم چه کار میکنن، او طفل را هم چی قسم جمع میکنن، یا طفل بی مادر به درد کسی هم اینقدر نمیخوره. اگرچه هدف از طفل بی مادری است که اون مادری که زامن اون طفل است یا مسئول اون طفل است بهتر از اون مادری است که مادر بیرونی در کنار باشد، چون مادر اصلی و همخون از او هستن. به این خاطر ما میگیم که اینال زمانی که ما به او گفتیم که این دندان کشیده شه مشکل مادر حل بشه، احتمالا مشکلات حالا 70% 80% مشکل پیش نمیشه، همون 20% خیلی مهمتر از 80% به اونا که خانواده گفتم نه از برای خدا این طفل اول است و که این طفل چندم است، اگه این مشکل بشه امکان نداره، به چه مدت ها انتظار کشیده. خب بعد از 4 ماه 5 ماه آمده مادر به یک وضعیت آورد که رنگ پریده بسیار ضعیف لاغر. گفتم بشناختین دکتر؟ گفتم نه. گفتم یه مریض است که 5 ماه پیش آوردین، شما دندان اینه که شما نگذاشتیم، حالا طفلم از بین رفته، طفلم صدق شده، نظر به که فشارهایی که سر مادر آمده، مادر درد کشیده و فشار بوده سر طفلم از بین رفته و حالت مادرم به حالت است 3 شب 4 شب شفاخانه به کما بوده، حال خوب شده، گفتیم بیاید دندان رو بکشین. خب ببینید با آخرم پس آمدن سر اولین گپ، او احتمالی بود، اینا گرفتن 100% طفل رو از دست دادن، مادر رو بسیار به حالت وخیم. اینا هم جزء همه خشونت های علی زن هست، خشونت های علی مادر هست، علی یک خانم هست که ما اینقدر بالا از اون فشار میارن، تحمیل های میکنن که واقعا بسیار مشکل است. پس به این خاطر خانم های باردار در ماه اول و دوم و سوم کشیدن استتباب ندارن، با یک سلسله داشتن مشکلاتی که خیلی بسیار ثقیل نباشه به ماه 4 و 5 و 6 میتونن مشکلات خود حل کنن، و در ماه 7 و 8 و 9 نمیتونن که دندان خود بکشن یا کدام کاری را سر دندان خود انجام بدن. چقدر خوب است که قبل از بارداری خواهر ما ایرا، خانواده عزیز ما ایرا متوجه بشن و تا اینکه خواهر ما به کدام چالش مواجه نشن. جناب دکتر صاحب، آیا شیر دادن طفل این چیز هم باعث ضعیف شدن دندان یا بیره های دندان میشه؟ ببینید شیر دادن وقتی که یک مادر طفل شیر میده دو حالت داره، هم به طفل هم به مادر، یک از یک طرف از یک جنبه خود مادر است که ویتامین ها و کلسیم بدن از او در حال مصرف شدن است، کم شدن است، و سردندان و مادر میتونه تاثیرات بگذاره. به این خاطر میگه زمانی که یک مادر شیر ده باید خود خودم تقویه کنه تا طفل درست شیر بده، چون اثرات سوی سر مادر نگذاره. از طرف دیگه هم همون رسوبات خود شیر، حتی میگه از طرف شب اگر طفل خوابیده است و به حالت خوابیده شیر میخوره، به او شیر ندین، بعد از شیر دادن حداقل دهنی رو بشورین، یا ای که با یک تکه پاک دهنی رو صافی کنین تا ای که مو یک دندان دو دندان پنج دندانی که داره به مشکلات مواجه نشه. همون رسوبات املای خود شیر هم میتونه دندان های طفل خراب کنه. و در مورد دو اشخاصی که در مقابل خود آمپول های بیهیسی حساسیت نشان میدن، به اونا چی کار باید کرد؟ امروز البته نکات بسیار متفاوتی هست از بحث حساسیت های آمپول.
خیلی ها مریضا رو انستیزی میدن، آمپول کار میکنن، مریض در مقابل آمپول از خود یک ریاکشن یا عکس العمل نشان میده یا حساسیت نشان میده، و زمانی که مریض حساسیت از خود نشان میده، اینجا ما باید متوجه باشین، آمادگی و اهتمامات از رو داشته باشیم. هر دکتر در معاینه خانه خود باید یک سلسله ادویجات لازمه رو داشته باشه که به شمول خود دکزامتازون، آمپول های دکزامتازون، آمپول های هایدروکورتیزون، آمپول های آویل، اینها دواهایی هست که به خاطر حساسیت هاست که زمان که به اثر یک آمپول یک مریض از خود یک عکس العمل یا ریاکشن نشان میده، ما باید اینا را ای دوباره تطبیق کنیم به مریض، توسط ورید به مریض زرق کنیم تا اینکه مریض ما احیا بشه، دوباره پس ترمیم بشه و بعد ما آمادگی کارها رو داشته باشیم. خود دوای انستیزی یک شاک داره، یک عکس العمل داره، یک حساسیت از خود داره، به اون خاطر باید ما اهتماماتی رو داشته باشیم که مریض وقتی که حساسیت از خود نشان میده باید چی رقم دوباره پس رو احیا کنه. یقینا جناب دکتر صاحب، امروز ما پیرامون مشکلات خود کشیدن دندان از کسایی که اونا دارای فشار بالای هستن و کسایی که باردارن و یا کسایی که مشکلات قلبی دارن و یا حساسیت دارن مقابل آمپول صحبت کردین. حالا اگر با همچون مورد ما روبرو شدین و یا که راه حل برای این اشخاص چیه؟ یعنی در کل در مجموع برای تمام این مریضی ها چه راه حل را شما پیشنهاد میکنید؟ راه حل به همچون اشخاص و افرادی که به همچون مریضی متفاوت مواجه هستن، از جانب خود مریض اگر باشه خوب است که مریض قبل از مراجعه کردن به دکتر دندان مشکلات خود به دکتر بگه، یا ای که به دکترهای مربوطه که مشکلاتی که میفهمه دندان های تاثیرات سویی داره اونا را باید رفع کنه. و خیلی مریضا مشکلات خود از دکتر پوت میکنن که میگم اگه بگم به دکتر شاید دکتر دندان ما رو نکشه. چقدر خوب است که خانواده عزیز وقتی که به دکتر مراجعه میکنن مشکلات خود بگن تا اینکه دکتر هم یک سلسله اهتمامات خوبتر و بهتر به مریض بگیره و هم جان مریض در امان باشه و هم دکتر زیر سوال قرار نگیره. و دکتری که به همچون مریض های برخورد میکنه که تکالیف متفاوتی داره، چقدر خوب است که بعد از گرفتن تاریخچه مریض یا خود معاینات سابجکتیف مریض بتونه تشخیصاتی را به دست بیاره که مشکلات متفاوت مریض هست و مریض رجعت بده به دکترهای مربوطه. مثلا هر مشکلی باشه با دکتر داخله کانسولت کنه، با دکتر داخله مشوره داشته باشه، نظر دکتر داخله را بگیره تا ای که اطمینان حاصل بشه که مریض قابلیت ازیر داره که توسط مشوره دکتر داخله با نظر دادن دکتر داخله اطمینان ازیر میده که کشیدن دندان عوارض سوی بالای مریض نمیگذاره. در غیر از او در صورت داشتن همچون مریضی های متفاوت در وجود یک مریض یک شخص، دکتر نباید به مریض دسترسی داشته باشه یا مریض زیر تداوی خود قرار بده. و در مورد اشخاصی که اونا سالمن، صحتمندن، ولی قسمت از دندان از اونا تخریب شده، میخوام این رو پرسان کنم که تا چی فیصدی دندان باید تخریب شده باشه تا ای که دندان کشیده بشه؟ یعنی چون که بعضی از دوستان هستن که به اولین مرحله میخوان که دندان از اونا کشیده بشه و دلجمع بشن از دندان خراب بخواه. ببینید اگرچه در سابق این حرف بسیار زیاد بود که دندان که درد آمده رو بکش، حالا خرابی هم سر جای خود باشن. البته امروز ما میگن که برخلاف تمام حرفایی که قبلا زده میشد، امروز میگن که دندان در تا زمان کشیده نمیشه که ریشه دندان سالم باشه. سر دندان یا تاج دندان یا کلاگک دندان یا قسمت امو مینای دندان که سر جای خود باشه که ریشه دندان بسیار مهم است. ما دندان کلا از بین میره، اصلا آثار از دندان باقی نیست، معلوم نیست. ما از ریشه دندان استفاده میکنیم، پس دوباره یک استناد میسازیم، دندان جور میکنیم، یعنی او را نمیکشیم. زمانی میکشیم که دندان قابلیت تداوی از قسمت ریشه هم حتی نداشته باشه، وقت ما دندان را میکشیم. اگر ما مو ریشه را بکشیم، ریشه سالم، باز مجدد به دکتر مراجعه کنیم، دکتر یک ریشه مصنوعی یا یک جسم تیتانیومی را به داخل خود استخوان داخل کنه، از مریض میگیره 50,000-40,000. چقدر خوب است که ما جسم اصلی را چرا از او استفاده نکنه؟ جسمی که اطمینان بیشتر از او جسم ساختمان پروتئز هست، ساختمان تیتانیومی هست، پس ای به ما میتونه بیشتر کمک کنه. و تا زمانی که ریشه دندان فعال باشه، تمام دکتر صاحبای امروزه دسترسی بسیار خوبی دارن و از ریشه دندان میتونن که بهترین دندان ها را بسازن. جناب دکتر صاحب، ما دندان به نام دندان عقل هم داریم، چون که مطرح میشه. بله، دندان عقل 4 دندان داریم، 2 دندان بالا به هر نصف فک، 1 دندان در قسمت آخر داریم.
به نام عامیانه به نام دندان عقل میگم، مثلا به خاطر که در قسمت آخری یا در قسمت مرکز خود عصب ما شاخهای عصبی داریم، یک شاخه عصب به فک پایین، یک شاخه عصب به فک بالا رفته و در قسمت مرکزی خود ما عصب دندان عقلی ما قرار گرفته که اگر به زیادتر وقت دندان عقلی ما سوی شکل های داره که اگر کشیدن دندانان ما زیاد با دقت مواجه نشین، متوجه نباشین یا اینکه توجه خاص نکنین، میتونین که با یک سلسله بی توجهی ها ما مشکلاتی به اعصاب مریض ایجاد کنین که حتی نصف فک مریض فلج بشن. به این خاطر رو دندان اعصاب دندان عقل میگم و این چشم دیدم نیست که دندان عقل با عقل مریض بستگی داره، که کس دندان عقل نداشته باشه عقل نداره یا با کشیدن دندان عقلی عقلی هم با او کشیده میشه، این قسم هم نیست. جناب دکتر صاحب ممنون از شما، تشکر از اینکه به برنامه عصر حریوات شفا بودین. جان سپاس، تشکر از شما همتنان عزیز. سلام باشین بیننده خوب برنامه عصر حریوا. این بود برنامه امروز عصر حریوا. خدا کنه که تا اینک بیننده برنامه خودتان بوده باشید و تا دیدار بعدی و برنامه بعدی شما را به خداوند رحمان و رحیم می سپاریم. بدرود.